امروز میخوام درباره یکی از اسکچ بوک های خیلی قدیمیم صحبت کنم بچه ها و چند تا از اتود هایی که خب اون زمان زده بودم رو مجدد بزنم براتون و ببینین که هم شما هم خودم ببینیم که چقدر پیشرفت کردیم. قبلش هم عذر میخوام بخاطر اینکه سرما خوردم و صدا رو مجبورین اینجوری تحمل کنین. خب بچه این اسکچ بوکی که الان دارم بهتون نشون میدم از این کنارهای جلداش هم معلومه خیلی قدیمیه، مثلا شاید برای 9 سال قبل باشه و من این اسکچ بوک و یه سری از پروژه هایی که حالا انجام داده بودم رو توش اتودامو توی این میزدم. مثلا یادمه که اینجا اومده بودم یه سری تست کارکتر زده بودم، کارکتر هیولایی بعد انجام میدادم و این کارکترها که داشتم میزدم و از این بیس ساده شروع کردم، بعد اومده بودم یکم باش کار کردم. اون موقع خیلی روحیم اینجوری بود که وای چیز گوگلی طراحی کنم، قیافه ها گوگلی بشه، مثلا خیلی اینجوری کار میکردم. مثلا نگاه کنید دست و بارو چجوری میکشیدم. ولی الان روحیاتم خیلی تغییر کرده و شاید دیگه اصلا مورد علاقه من نیستش که بخوام اینجوری کار کنم. حالا اون موقع خیلی دوست داشتم. یه زتا کارکتر برای داستانی بود که باید پوسترش رو طراحی میکردم. بعد وسط ماجرا مثلا من اینجوری شدونم که شاید دلم بخواد اون هیولاها رو کلن حذفشون کنم و بیام جای کارکترهای رباتی و اینجوری کار کنم. داشتم هی تست میزدم و اینا، یادمه که حتی مثلا یه جایی به این برخوردم که اومدم پیچی که اینجا طراحی کرده بودم داشتم گفتم این کارکتری نمیتونه مستقیم حرکت کنه، همش باید توی این طرف حرکت کنه. خلاصه باز دوباره رو برگشتم روی هیولاها و تستایی که میزدم، خودتون نگاه کنین بچه ها خیلی الان خطای من فرق کرده، کارکترهایی که میکشم خیلی تمشون فرق کردن، دیتیل کارم کلا خیلی زیادتر شده. ولی همون موقع مثلا من وقتی که میخواستم کارکتر بزنم یادم که همیشه دوست داشتم کارکترامو توی زوایای مختلف بکشم ببینم چجوری میشه، به خاطر همین اینجوری تست میزدم. یکی از چیزهایی که باعث میشه کارکتراتون قوی تر بشه، یا مثلا بین خطوط هم مثلا بین طراحی و کارکتر سازی بود، میبینید اینجا چقدر خطا به سمت طراحی رفته، چقدر فاصله گرفته بود از اینکه مثلا بخوام کارکتر رو برای تصویر سازی داشته باشم. اینا هم باز دوباره یه سری کارکتر بود که طراحی کرده بودم. حالا یه تست باحالم میزنیم جلوتر که ببینیم چه اتفاقی افتاده. باز دوباره اینجا داشتم تست کارکتر میزدم، با تو خودم همیشه گوشه ها یاد داشت میکردم که مثلا باید چه چیزهایی رو رعایت کنم، بعد چه ویژگی داشته باشه و بعد شروع میکردم تست زدن. آها اینو میخواستم بهتون بگم بچه، این تمرین ظاهر خیلی ساده و مسخره است قیافه ها، ولی یه چیز باحالی که داشت میدونین چی بود؟ تستش اینجوری بود که مثلا من باید یه دونه دایره میکشیدم و به واسطه این دایره مدام با اون فرم چشم و ابروهایی که داشتم میکشیدم باید باهاشون بازی میکردم، جاها رو جابجا میکردم که ببینم مثلا خروجی ها چجوری میشه. مثلا یه جا توی این تست مثلا جای دهن و اینا رو گذاشتم اینجا، توی این قسمت اصلا صورت رو آوردم این طرف و کلند اجزای صورت رو آوردم این طرف و باز دوباره توی این یکی یکم اغراق به وجود آوردم. تست بامزه بود، یعنی روی خلاقیت یه جوره کار میکرد. این دایره که محدودت میکرد باعث میشد هی ور بری جای اجزای صورت رو جا به جا کنی که به خروجای خوب برسی. این برای یکی از درس دانشگاه بود بچه، البته یادم نمیاد اسم درس چی بود، اسم واحدی که گذارندم، ولی مال یادم مال دانشگاه بود و این یکی از تمرینه بود که یکی از استانامون داده بود. اینجا اومدم و یه سفارشی داشتم بچه من همون موقع که باید همین چیزای ننه سرما و نمیدونم امونوروز و اینجور چیزا رو میکشیدم براشون و بعد تست میزدم. واسه همه شروع کردم براشون تست دادن یه سری کارکترها که توی همین دفترچم که بعد بهشون نشون دادم و خب حالا یه سری این تایید شد، این کارکتر تایید شد. ببینیم بچه ها، خیلی اون موقع تیپای کارکترهای شکرستونی مود بود
و خیلی همه دوست داشتن مثلا اونجوری کار کنم. منم خوب همجوری بودم دیگه، جوگیر شدنم تون داره و مثلا تستایی که میزنم تو اون تیپ بود. ولی خب واقعیت اینه که هی هر از گاهی وسطش هی میمادم سراغ تیپای کارکتری که خودم واقعا دوست بیشتر دوست داشتم، بگم فاصله میگرفتم. حالا میخوام این کارکتر رو بیام یه تست کوچولو بزنم الان، ببینم که اگر تو سطح الانم میبودم و این کارکتر رو میخواستم طراحی کنم چجوری میشد. شاید صدای مداد خیلی صدای قشنگی نباشه توی ویدیو، واسه همین پیشا پیش عذر میخوام اگر گوش هاتون رو اذیت کنم. البته از صدای خودم الان بدتر نیست، صدای خودم الان خیلی خنده داره. خب شاید اگه مثلا الانم بود دیتیل های روی قسمت موها اینا رو خیلی بیشتر میکردم، یا مثلا قسمت در واقع گل سر و کش و اینجور چیزها رو دیتیلاش رو بیشتر میکردم که دوست داشتنی تر بشه، و یا مثلا شاید مدل موها رو اصلا یکم تغییر میدادم که قشنگ تر بشه. اون موقع من خیلی سراغ دیتیل زیاد نمیرفتم بچه ها، و خیلی مثلا روی همون قسمت آناتومی میموندم، ولی خب الان چون تسلطم روی آناتومی بیشتر شده ترجیح میدم که دیتیل هام روی کاراکتر هامم بیشتر بشه که باعث بشه خروجی هام بامزه تر بشن. چون وقتی دیتیل میارین روی کار و دیتیلاتون زیاد باشه خیلی کمک میکنه که کارتون قشنگ تر بشه. خب من این تیکه رو بکشم، به خاطر اینکه خیلی وقتمون رو سر این نگذرونیم میام و ادامش رو دوباره با هم دیگه ادامه میدیم. نسبت به اون 9 سال قبلی که من خب در این کاراکتر انجام میدادم، این همش به خاطر تمرین زیاد بچه ها که باعث میشه خطوطتون تغییر کنه، باعث میشه طراحی هایی که انجام میدین قوی تر بشه. من اینا رو نشون میدم واسه اینکه ببینین که من هم وقتی داشتم شروع میکردم شاید توی شروع کارم طراحی هم خیلی قوی نبودم. این یادمه که مثلا برای یه اتودی بود که در رابطه با کتاب بود، باید یک مقدار فانتزی و اینها کار میکردیم و من اتودا رو میومدم اینجوری، یک از سفارش کتابی بود که در واقع انجام داده بودم، میومدم مثلا قطعش رو نوشته بودم که خشتی هستش، یعنی مربعیه، و اومده بودم اتود زده بودم قبل از اینکه بخوام به سفارش دهندم نشون بدم ببینم که چجوری میشه. یادم باز دوباره اینجا هم یه تک فریم باید کار میکردم، یه حالت سفارش مانند بود برای یه کتاب خوندن اینجور چیزا بود. بعد اومده بودم اینجا یه سر اتود درباره درختایی که میخواستم تو بک‌گراند شبکه کار کنم تو فضای باز، واسه همین اومده بودم اینجا اینجوری اتود زده بودم. باز برای کاراکترم اینجوری داشتم اتود میزدم. این نکته رو بگم، وقتی یه کاراکتر طراحی میکنی حتما سعی کن توی چند تا پوزیشن بکشینش، ببینین آیا شدنی هست، خوب میشه توی پوزیشن های مختلف که دارین میکشینش، جواب میده، خروجش قشنگ میشه یا نه. اینجا هم باز اومده بودم یه سری اتود اینا زده بودم برای بک‌گراند همون قطر قبلی که میخواستم تو فضای باز بکشم. خب اینجا هم بچه یه سری من توی این برهه یه سری سفارشی داشتم که تصویرسازی و طراحی روی تیشرت بود و ماک،
واسه همین اومده بودم مثلا تیشرت ها رو قبلش برای خودم اینجوری کوچولو کوچولو طراحی میکردم که بیام اتودار بزنم ببینم آیا قشنگ میشه تو خروجیش یا نه. اینجا هم باز دوباره اومده بودم یه سری دیتیل ها اینجوری زده بودم ببینم آیا جواب میده. بعد یه سری صفحات هم که چرت و پرته پکسرونی تا بریم برسیم به این قسمت. اینجا مثلا اون سفارش هایی که بهتون گفتم برای ماگ و اینجور چیزا بود، اینجا دقیقا من میومدم اینجا برای خودم اتوداشو میزدم. بعد اینجوری مثلا یه دونه ماگ طراحی کرده بودم، دور تا دور ماگه اینجوری بود که از این ماهی ها کشیده شده بود، بعد یه دونه از این ماهی ها رو من قرمز کرده بودم. بعد وقتی این ماگا اینجوری میچرخوندی این طرفش نوشته بود از اون ماهی قرمزا میخوام. بعد یه دونه از این ماهی ها رو قرمز کرده بودم و فلش از دور این ماگه میومد به این سمت ماهی قرمزه. خیلی باحال بود این. من این طرح هم دوست داشتم، فروش خیلی خوبی هم داشت این طرح دیگه. خلاصه این هم از همون سری سفارشایی بود که گفتم برای چی میگم بهش، برای همون امون ارزه و اینا بود که عروسکاش قرار ساخته بشه. اینجا هم که یه سری اتود برای دل خودم زدم. این یه دونه از اسکچ بوک هایی بود که من 9 سال قبل این حدودا انجام داده بودم و اومدم یه دونه از طرحامو اجرا کردم که شما ببینین من با 9 سال قبلم چقدر تغییر کردم و اینکه یه انگیزه ای بده بهتون که شما هم با تمرین زیاد قطعا به جاهای خوب میرسید بچه ها.